رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام عزیز، با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. روزتون بخیر. خیلی از من اعمالات شاید شما بذارید از ممنون. فرود خانم خواهش کنم، شاید دستگاه های ما یه اشکالی داره، برای اینکه صدای شما خیلی خیلی برای من آهسته است، شاید باید اون الان رو بهتر بیشتر. هستید؟ نه اونقدرها بهتر نشد ولی میشه شما رو فهمید. بفرمایید. یا شاید سن من بالا رفته، اونو یادم نبود، به هر حال به اون دلیله که درست نمیشنوم. جان بفرمایید. آقای دکتر من یه سوال داشتم خدمتون. من الان به مدت یک ماه و نیم با یه آقای آشنا شدم و ما تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم. شما چند سالتونه؟ من 27 سالمه، ایشون 34 سالش هست. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ بله ایرانی هستن. شما از کجا تلفن میکنید؟ من از اروپا تماس میگیرم. چه مدتی است شما و ایشون اروپا هستید؟ ایشون 20 ساله، من 5 ساله. به من بفرمایید شما فرزند چندم هستید هر دو؟ من فرزند دوم هستم، یه برادر دارم 3 سال از خودم بزرگتره، ایشون فرزند وسط هستن، یه خواهر دارن که 5 سال از خودشون کوچیک‌تره و یه برادر دارن که 2 سال از خودشون بزرگتره. هر دو هم پدر مادرمون از هم جدا شدن. به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ ایشون داروسازی خوندن، من دستیار دندانپزشکی خوندم. خب آخه شما فکر میکنید ظرف یک ماه و نیم اگر تمام روزا رو هم با هم باشید، شما حتی یک پنجم حالات و اخلاق و ویژگی‌های روانی یک نفر رو نمیتونید تشخیص بدید چه هست؟ دقیقا تو این تایمی که ما با هم آشنا شدیم، ما تو این روزا رو کلا با هم، یعنی با هم زندگی کردیم، یعنی هر ساعتش رو با هم بودیم و با تو این روزها احساس خوبی با هم داشتیم و الان شرایط یه جوری شده که به خاطر اینکه من دارم جا به جا میشم، قرار شد که ما با هم زندگی کنیم. ایشون میخواد بیاد شهری که من هستم، یا اینکه گفتش که من بیام پیش ایشون زندگی کنم تو این تایم، به خاطر اینکه خب زودتر با هم آشنا بشیم و حالا توی تایمی که هم دیگر شناختیم بتونیم ازدواج کنیم و تو این تایم بتونید بچه دار بشید، بچه هاتون برن دانشگاه ازدواج کنن، بچه هاشون بزرگ بشن اونا هم ازدواج کنن. شما حالتون خوبه؟ این شد استدلال؟ شما دوتای بیکارید که نه محل شهرتون مونده، این کارتون نه درستون، هیچ کدوم از اینا به راحتی میتونید جابجا بشید. شما برید اون جایی که او هست، او بیا جایی که شما هستید. پس شما کاروباری دوتا خیلی به هم نزدیک، شهرهای ما تقریبا با ماشین یک روب راهه، یعنی چیز سختی نیست. حالا یک رو 20 دقیقه شهرمون نه بنابراین پس بنابراین نه اگر اینه که خب فاصله ای ندارید، یه رو 20 دقیقه که معنایی نداره. خب حالا شما این مدت چرا اینقدر تونستید هر اینگونه که شما میگید، یا من درست ای فهمیدم یا نه، صبح و ظهر و شب با هم باشید تو این یه ماه و نیم؟ بله به خاطر حالا قرنطینه ای که حالا تو این روزا هستش، ما تونستیم تو این روزا با هم باشیم. ایشون خب تو داروسازی شرکت معتبر کار میکنن، ولی به خاطر اینکه سالیانه مرخصی داشتن و نگرفته بودن، این مدت رو مرخصی هاشون رو برداشتن. من به خاطر اینکه کلن قرنطینه بودم تونستیم این روزا رو کلن با هم باشیم. هیچ کدوم از شما خانواده هاتون در اروپا هستن یا فقط شما دو؟ خانواده ایشون بله اروپا هستن. بعد خب پیش خانواده ایشون هم رفتیم تو این تایم، یعنی با اونا هم در ارتباط بودیم، ولی خانواده من نه، ایران هستن. شما تصویرتون این است که در اروپا بمونید یا به ایران برگردید؟ نه تصویرم اینجاست که اینجا بمونم. بله. خب حالا به من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون شما دیدید چی بوده تا به حال؟ ایشون خیلی آدم آرومی هستش، نه آرومی که حوصله سربر باشه، اصلا از لحاظ شخصیتی میگم، و مهربونه، به نظرم خیلی صادق میاد. و آخه اگر ایشون آروم و مهربونن از یه خانواده میان پدر مادر جدا شدن نه؟
بله، یعنی من تو خانوادهشون هم رفتم، همین حس رو از خانوادهش گرفتم، همین با کدوم خانه؟ یعنی با مادرش ارتباط برقرار بله کرد با یا پدر؟ مادرشون، بله با مادرشون، مادرشون و برادرشون و خواهرشون. اوکی. خب یکی دو تا عیب و ایراد یا چیزی که نمیپسندید در ایشون چی دیدید؟ من واقعا هیچ عیب و ایرادی ندیدم، حتی یک چیز کوچیک هم تو ایشون ندیدم. یه ایراد، چون من از یه رابطه میام که تو رابطه قبلیم خب خیلی با اون شخصی که تو رابطه بودم هم آدم خیلی خشنی بود، هم یه مشکلاتی داشت، اوتیسم داشت، اینا یعنی واقعا 100% دنبال یه چیزای ریزی توش میگشتم که ببینم آیا همچین چیزی هست، ولی خب خوشبختانه هیچ چیزی ندیدم. حالا شما ممکنه من بگید چرا یه آدم خشنی که در خودماندگی داره رو شما رابطه قبلیتون بوده؟ من تو رابطه قبلیم توی از یه طرف خیلی عشق از رابطه قبلیم گرفته بودم و توی این طرفی که هی من یعنی خیلی از یه آدمی که از یه آدمی که عصبانیه و آتیزم داره شما عشق میگرفتیم؟ خب به خاطر داروهایی که میخورد هی بالا و پایین میشد، یعنی همیشه دارو میخورد و از طرف خانوادهش مثلا همش هی من چیز میشدم که کمکش کنیم این بهتر میشه، تو تایم میرفتیم دکتر خب این بهتر میشد، یهو استاپ میکرد با قرصاش. نه شما منو کمکم کنید، شما منو کمکم کنید، شما دارید میگید ایشون مهربون بود ولی عصبانی، خانواده میگفتن بیاد کمکش کنیم به خاطر اینکه احتیاج داره و بعد اون میشه مهربون؟ نه خب این عصبانیتش یعنی طوری نبود که بخواد به من آسیب بزنه، فقط همین عصبانیتایی بود که حتی صبح که بیدار میشد به خاطر اون حالتایی که داشت صبح بیدار میشد، به من هیچ آسیب، با من اون عصبانیتش مثلا شاید خیلی کمتر بود نسبت به کسی که مثلا حالا صبح زنگ زد. حالتون خوبه؟ یاد این بود که با دیگران که عصبانی میشد چاقو میکشید، من چاقو نمیکشید ولی میداد مشت میزد، بنابراین پس آدم عصبانی نبوده، عیبی هم نداشت. شما ببینید عزیز، اینکه دلتون میخواید با ایشون باشید بهتون خوش میگذره، اونم به دلیل شرایط غیر عادی که هم اکنون حاکم بر روابطه رو میفهمم، اما اگر قرار باشه ابدا گزارش های شما نه درباره قبلی و رابطه‌ای که توش بودید نه این یکی گزارش واقع بینانه ای نیست. دلتون میخواد این گونه گزارش بدید، درست مثل آدمی که توی مغازه میخواد یه چیزی رو به یه مشتری بفروشه و بعدم یک ماه و نیم بعدم یه جوری بیان میکنید که ما دوید دوید که این کارو بکنیم اون کارو بکنیم اون کارو میخواید برید. حالا به من بگید که شما چه مدت بعد از آشناییتون تصمیم گرفتید صبح و شب با هم باشید؟ به خاطر کرونا به هر حال از همون آغاز همیشه با هم بودید، درسته؟ بله. به من بگید چه مدتی بعد از رابطتون، چند روز بعد از رابطتون با هم رابطه جنسی داشتید؟ دو هفته. چرا قبلش نداشتید؟ قبلش خب بیشتر به صورت طبیعی اتفاق افتاد، یعنی با هم بودیم ولی خب پیش نیامد. به صورت طبیعی و غیر طبیعی این رابطه رو من نمیدونم، رابطه طبیعیه ولی غیر طبیعی با طبیعت نداره. خب خودمون شما... هم نخواستیم که داشته باشیم. اوکی. ولی شما قبلا رابطه کامل جنسی داشتید، درسته؟ بله بله. اوکی. خب حالا مشکلی که دارید اگر بخواید همخانه بشید عیب و ایرادی که خودتون درش میبینید چی هست؟ آقا دکتر، ما ایشون هم همیشه شما رو گوش میکنم، من هم همینطور، و ما خودمون خیلی دوست داریم که این شانس رو بدیم به هم دیگه، یعنی این کار رو بکنیم همخونه بشیم که هرچه زودتر آدم خب بیشتر همدیگر رو میشناسه، بیشتر با هم وقت میگذرونه، که اگه این
تو این تایمی که ما داریم بتونیم همدیگر رو خوب بشناسیم، بتونیم خوب وارد یه زندگی یه رابطه جدیتر، یعنی آدم بتونه واقعا به آینده و بچه دار شدن و اینا فکر کنه. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که به شما زنگ بزنیم و شما بپرسیم که آیا شما صلاح میدونیم که آخه عزیز من، اگر شما با من آشنا باشید، من یه چنین مدت کوتاهی رو برای آشنایی و داشتن رابطه نزدیک درست نمیدونم. اگر با من آشنا باشید، اگر مدعی هستید که میخواید بینتون عشق به وجود بیاد، قرار نبوده رابطه جنسی داشته باشید. اگر با من آشنا باشید، اگر بارها عرض کردم مطالعاتی که تو اروپا به ویژه در امریکا شده، اصلا با هم همخونه شدن هیچ کمکی به انتخاب بهتر، ازدواج بهتر، اختلاف کمتر، طلاق کمتر، حتی خیانت کمتر نه. ابد کوهبیتن کار نمی کنه. حرفتون معلومه درسته که من اگر یک کسی رو روزی یه ساعت ببینم خیلی کمتر اون رو میشناسم تا روزی 5 ساعت ببینم. ولی مهم اینه که من واقع بینانه بخوام شناخت داشته باشم و اون احتیاج به زمان و فاصله داره که من دور بشم و بتونم اوضاع رو آنگونه ببینم. شما اگر قرار باشه 200 ساعت همدیگر رو ببینید، حتما بهتره که این 200 ساعت مثلا تو 3 ماه یا 4 ماه باشه تا تو 1 ماه باشه. علتش این که در اونجا فرصتی برای ارزیابی و بستار رسیدن به یه نتیجه نیست. شما اصلا میتونید توی شرایطی باشید خالی باشید، تنها باشید، خسته باشید. بنابراین ایشون برای شما بهترینن. نه تنها ایشون، از 20 نفر دیگه هم 19 تاشون بهترین باشه. ولی واقعیتش اینه که این شما نیستید. یعنی اون چیزی که شما میگید استدلالیست که ابدا درست نیست. گفتم مطالعات علمی، مطالعاتی که روی میلیون ها نفر شده، نشون میده هم خونه شدن فایده ای نداره. به من میگید شناخت بیشتری داریم حتما. هر وقت 2 نفر 5 ساعت با هم حرف میزنن یا 50 ساعت، خب معلومه 50 ساعت همدیگر بیشتر میشناسن. به هر حال عجله‌ای برای شناخت فوری نیست. مهم اینه که شناخت واقعی باشه، نه شناخت فوری. بنابراین انتخاب انتخاب شما سری به گونه ای که شما بیان میکنید. یک، به هر حال در یه شرایطی هستید که اگر هم خانه بشید یه مقدار هزینه ها کمتره، وقت بیشتری با هم میگذرونید و هر چیزی از این قبیل. دو، به اندازه کافی تو این مدت به هم نزدیک شدید و رابطه کامل جنسی هم با هم داشتید. بنابراین اینکه شما بخواید همخونه بشید یا نشید اونقدر فرقی نمیکنه. علتش هم این است که اگر همخونه نشید، باز احتمالاً با توجه به شرایطی که همکنون حاکمه بر روابط و احتمالاً چند ماهی خواهد بود، هم اروپا وارد یه مرحله ای از این بیماری شده، هم امریکا شده و هر دو میشوند ظرف چند ماه آینده. بنابراین فرقی نمیکنه شما همخونه بشید و همخونه نشید، با همین. حداقل در همخونه شدن فایدهش این است که رفت آمدی نیست، یه مقدار هزینه ها نخواهند بود، مجبور به یه فاصله گرفتنی از هم بعضی از اوقات نمیشید. نه، من دلیلی نمیبینم. به من میگید کار درستی میکنیم. میگم با توجه به شرایط و اینکه اگر با هم همخونه نشید هم همین کار میکنید، فرق چندانی نمیکنه. فقط تنها هشداری که حالا که لطف کردید تو گفتید هر دو به من توجه میکنید این است که اصلا با دید مخالف به هم دیگه نگاه کنید. یعنی بگید من میخوام تو این رابطه عیب و ایراد پیدا کنم، من میخوام تو این آدم عیب و ایراد پیدا کنم، نه اینکه من میخوام عیب و ایرادش رو نبینم و جنبه های مثبتش رو برجسته کنم. ضمن اون کاری که بسیار بسیار خطرناکه مقایسه ایشون است با آدم قبلی، چون آدم قبلی این ویژگی ها داشته و بد بوده، ولی ایشون هم میتونه اون ویژگی ها نداشته باشه، از او بدتر باشه. بنابراین ملاکی نیست که چون او فرض کنید اون آدم عصبانی بوده ایشون نیستن، ولی ایشون میتونن اصلا یه آدم افسرده یا بیتفاوتی باشن. نمیگم هستن، یعنی میخوام بگم درست عکس هم هست. نتیجتا یه مقداری اگر حالا به اینجا رسیدید و من دلیلی هم نمیبینم که بگم ترجیح من اینه که با هم زندگی نکنید، نه مورد استثنایی شما نه بقیه، با توجه به شرایط فکر کنم میتونید با هم زندگی کنید، ولی دوتایی باید به همدیگه قول بدی که ما اصلا کوششی برای علاقه من شدن به همدیگه نشون نمیدیم. تازه درست برعکس کوشش میکنیم جلو این علاقه رو بگیریم.
و از جانب دیگه کوشش میکنیم با یه دقتی همدیگر رو زیر ذره بین بگذاریم و فرصت بدیم دیگری هم ما رو آنگونه که هستیم ببینه تا خاطرمون راسته باشه. 6 ماه دیگه که میخوایم یه مقداری در این باره تصمیم بگیریم، تصمیمون واقع بینانه است. اگر این کارا رو میکنید، به هر حال این انتخاب مران میتونه یه انتخابی باشه، ولی اگر نمیخواید واقعا از یک طرف خودتون رو علاقمند به هم نکنید، چون این یه جاده سربالایی است که باید کمی آدم به خودش فشار بیاره تا علاقمند بشه، و دوم بخواید بگید همه چیز خوبه یا به دیگران گزارش بدید همه چیز خوبه که کار دستتون میده بعدا نمیتونید تغییرش بدید، خیلی خب میخواید همخونه بشید بشید، ولی یادتون باشه که همخونه میشید برای اینکه با دقت بیشتر حتی وسواس دنبال عیب و ایراد همدیگه و رابطه تون باشید که حداقل آدم خاطرش آسوده باشه بعدا پشیمانی و پریشانی نداره. برحال ببینید که چه میکنید و اگر دلتون خواست 6 ماه دیگه زنگ بزنید، ولی قبل از اون نه، بگید چه تصمیم گرفتید، نگران این که زود میخوایم همه این کارا رو بکنیم، بچه‌ها رو هم عروسامون هم بفرستیم دانشگاه، اون رو هم از سرتون بیرون کنید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی.